با نام و یاد خداوند مهربان، درس این جلسه ما مربوط است به درس ششم از کتاب بخوانیم فارسی دوم ابتدایی. درس ما نامش از کوشا و نوشا، درس زیبایی. کوشا و نوشا این دوتا پرنده هستن. ببینیم جریانش چیه. دو پرنده کوچک در جنگلی زندگی می کردند. اسم یکی از آنها کوشا و اسم دیگری نوشا بود. آنها شبیه هم بودند و همیشه با هم پرواز می کردند. روزی پدر و مادرشان به آنها گفتند: شما دیگر بزرگ شده اید. غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید. کوشا و نوشا خوشحال شدند و پرواز کنان لانهشان را ترک کردند. آنها در راه دارکوبی را دیدند. به این پرنده میگن دارکوب. دارکوب پرنده دانای جنگل بود. کوشا و نوشا از او خواستند کمی از علم و دانایی خود به آنها بیاموزد. دارکوب گفت: بسیار خوب، اما کار ساده ای نیست. شما باید سالها تلاش کنید تا دانا شوید. کوشا و نوشا قبول کردند. دو سال گذشت. کوشا به آموختن ادامه داد، اما نوشا از آموختن خسته شد. او دلش می‌خواست آزاد باشد، بازی کند و از این شاخه به آن شاخه بپرد. برای همین یک روز پرواز کرده و از آنجا رفت. نوشا در راه به هدهدی رسید که پاکیزه، راستگو، امانتدار و مهربان بود. به این پرنده میگن هدهد یا شانه به سر، که در بین داستانهایی که مرتبط به پرندگان هست این پرنده هم به عنوان مظهر دانایی معرفی میشه. از هدهد خواست تا این چیزهای خوب را به او یاد بدهد. هدهد قبول کرد که به او آموزش بدهد. دو سال نگذشته بود که نوشا از این کار هم خسته شد و از پیش هدهد رفت. ببینید بچه ها، دو سال رو پیش دارکوب گذرونده و بدون اینکه اون چیزی که باید یاد بگیره محل رو ترک کرده، اومده پیش هدهد. دو سال رو هم پیش هدهد مونده و در واقع چیزی نیاموخته و چیزهایی که به صورت ناقص یاد گرفته در ذهنش بوده اون رو هم ول کرده و باز کارش رو رها کرده. این بار به طوطی سخنگو رسید و از او خواست خوب حرف زدن را به او یاد بدهد. طوطی گفت: بسیار خوب، اما تو باید اول خوب دیدن و خوب گوش کردن را یاد بگیری و تمرین کنی تا بتوانی خوب سخن بگویی. این کار چند سال طول می کشد. اینم توتیه، به میگن توتی. نوشا قبول کرد، ولی هنوز یک سال نگذشته بود که از آموختن خسته شد. یک سالم اینجا وقتش هدر کرد، در کل 5 سالش هدر شد. برای همین یک روز پرواز کنان از پیش توتی رفت. او تصمیم گرفت پیش پدر و مادر پیرش برگردد. سرانجام نوشا به لانه برگشت و دید همه از خوبی و دانایی کوشا حرف میزنند. کمی به فکر فرو رفت. سپس پدرش این شعر فردوسی را برایش خواند: توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. یعنی توانایی در دانایی است و هر کس که دلش میخواد جوان باشه میبایست دانشش رو افزون کنه. پس انسانهایی که علم و دانش مناسبی دارن در واقع دلشون جوانه و پیر نمیشن. خب بریم سراغ درست و نادرست.
موشا از هدهد چیزهای خوب را یاد گرفت، نادرسته، یعنی نموند که یاد بگیره. دارکوب به پرنده گفت شما باید سالها تلاش کنید، درسته؟ کوشا خوب سخن گفتن را از توتی آموخت، نادرسته، چون باز زمانی نگذاشت، زمان کمی در واقع گذاشت. گوش کن و بگو چرا کوشا و نوشا لانهشان را ترک کردند؟ برای یادگیری دانش. چرا نوشا در کارهایش موفق نبود؟ برای اینکه صبر برای یادگیری نداشت، صبور نبود. دوست داری مثل کدام پرنده باشی و چرا؟ دانش آموزمون نوشته کوشا، چون او در آموختن صبور بود. واژه آموزی. در کلمه های خندان، خندیدن، لبخند، خندرو و خوشخنده کلمه خند مشترک است. در کلمه های کوشا، کوشش، کوشیدن و میکوشد کلمه کوش مشترک است. در کلمه های پرواز، پرواز کنان، پریدن و پرنده کلمه پر مشترک است. حالا تو بگو در هر دسته کلمه مشترک کدام است؟ دانش آموز، نو آموز، هنر آموز. آنچه که مشترکه کلمه آموزه. سخنگو، سخنران، سخنچین. آنچه که مشترکه سخنه. گیاهخوار، گوشتخوار، علفخوار. این خارها مشترک هستند. میخواست، خواستگاری، خواستن. مشترک خواسته. بیاموز و بگو. وقتی این کلمه ها را میخوانید در آخر آن صدای ا میشنوید، مثل گذشته، یک مرتبه، آهسته، شاخه، سایه، دوباره، شکوفه، پرنده. وقتی این کلمه ها را میخوانید در آخر آنها صدای ه میشنوید، ه، مانند ماه، کوه، راه، چاه، شبیه، مه، گروه، سیاه. پس یادتون باشه که تلفظ اینها رو با هم قاطی نکنید. برای مثال آهسته این صدای ا میده، ماه صدای ه میده. پیدا کن و بگو کلمه هایی را که نشانه ا در آخر این نشانه در آخر آنها صدای ا میدهد رو بگو. توی درس بود، حالا دانش آموز ما دوتاشو انتخاب کرده، پرنده، همیشه. کلمه هایی رو که نشانه های این در آخر اونها صدای ه میده بگو. باز توی درس بود، شبیه، راه. این رو دانش آموز عزیزمون انتخاب کرده. خب اینجا یه حکایت هم هست، چون حکایت کوتاهه دیگه داخل همین ویدیو براتون میگم. خوش اخلاقی. اینجا قبل از حکایت اینو ندیدم، ببخشید. کتابخانی. بیشتر دوست دارید درباره چه چیزهایی مطالعه کنی؟ شما هر چیزی که دوست داشتید میگی. دانش آموز ما گفته من تاریخ رو دوست دارم. برای آنکه یک کتاب نوشته شود و به دست شما برسد چه کسانی باید با هم همکاری کنند؟ دانش آموز ما نوشته نویسنده، ویرایشگر، یعنی کسی که اون نوشته ها رو تصحیح میکنه از بابت چه میدونم نکات دستوری، پاراگراف، نقطه، غلط های مختلف. چاپگر، کسی که کتاب رو به چاپ میرسونه. صحاف، کسی که اون جلد روی کتاب رو تنظیم میکنه، میزنه و به زیبایی کتاب میرسه. خب حکایت خوش اخلاقی. در زمانهای کهن مردی بود که اخلاق خوبی نداشت و برای هر چیز کوچکی خشمگین میشد و فریاد میکرد و همه از او دوری میکردند، ولی بعد پشیمان میشد و دلش میخواست خوش اخلاق باشد، اما نمیدانست چه کار کند. یکی از دوستانش که پزشک بود به او گفت من دارویی میدهم که این رفتار ناپسند و اخلاق بد شما را درمان کند. روز بعد پزشک کوزه‌ای پر از آب برای او فرستاد و نوشت هر وقت خشمگین شدی، یعنی عصبانی شدی، از این دارو کمی بنوش.
مرد مدتی این دستور را اجرا کرد و دید دیگر مانند گذشته خشمگین نمی شود و اخلاقش بهتر شده است. روزی نزد دوستش رفت و گفت آن دارویی که به من دادی خیلی خوب بود و به زودی تمام می شود. باز کمی از آن به من بده. پزشک خندید و گفت در آن کوزه چیزی جز آب نبود و اگر فکر می کنی اخلاق و رفتار شما خوب شده، برای آن است که هر وقت خشمگین می شدی برای نوشیدن آب کمی وقت لازم بود. همان صبر و آرامش اندک یعنی کم خشم شما را از بین برد و اکنون خندان و خوش اخلاق شده ای. به نظر شما چه چیزی باعث خوش اخلاقی آن مرد شده است؟ زمان و صبر. همیشه صبور باشید، بر خشم خود کنترل کنید که علی علیه السلام فرمودند ابتدای خشم جنون است و انتهای آن حسرت، چون ممکنه انسان در خشم در حالت عصبانیت کاری انجام بده، رفتاری از خودش نشون بده که نتیجه بسیار بسیار بدی داشته باشه و حتی گاهی قابل جبران نباشه. شما رو به خدا میسپارم. ویدیوی بعدی نگارش همین درسه.